سلام، شما جزو اون دسته از افرادی هستین که بعد از یه مدت استفاده کردن از شروالی ممکنه شروالیتون به این روز بیفته؟ ممکن تو فاق پارگی داشته باشه یا بعضیا در ران شلوارشون ممکنه پارگی داشته باشه. شما جزو اون دسته از افراد هستین؟ خب اگه جزو این دسته از افراد هستین امروز همراه من باشین، چون من میخوام بهتون یاد بدم چجوری این پارگی های شروالی یا شلوار کتان رو یک جوری رفع و رجوع کنید. در واقع میخوایم اینو رفو کنیم. رفو کاری یا رفو کردن یعنی یک پارگی در یک قسمت از لباس. حالا میتونید در فرشم، در قالی هم شما حتما این موضوع شنیدین دیگه، رفو کاری یعنی یک قسمت پارگی رو میخوایم دوباره اصلاحش کنیم و ترمیمش کنیم و بتونیم ازش دوباره استفاده کنیم. اگه این دسته از ویدیو رو دوست دارین میتونید سابسکرایب کنید و اگه از دیدن آموزش این هفته خوشتون اومد لایک کنید. من فریبا هستم، به کارگاه من خوش آمدید. برای رفو کاری یا رفو کردن بستگی داره که این پارگی در کجای شلوار حالا یا اون لباستون صورت گرفته باشه. ممکن رفو کاریش یه خورده با هم فرق کنه. الان اگه یه خورده دقت کنید بچه ها میبینید که این قسمت اصلا یه خورده پارچه نازک و ظریف شده و این باعث شده که این تیکه از قسمت بغل پاره بشه. من اگه الان بیام همین تیکه رو بذارم بغل این و خیلی هم ماهرانه بدوزمش، بعد از یه مدت دوباره این پاره میشه، به خاطر اینکه اصلا کلا پارچه ضعیف شده. برای اینکه بخوام این کار رو اصلاح کنم، اول میام از داخل این پارگی رو از داخل این قسمتی که باز شده یه لایه حریر نازک، حالا میگم نازک منظورم کوچولو، میتونم بهش بزنم که اول کارم بغل هم بسته بشه، به این صورت بسته بشه، بعد بخوام اونو رفو کاری کنم. من میام از یه لایه حریر توسی استفاده میکنم، حالا اصلا مهم نیست چون خیلی پیدا نمیشه واقعا. میذارمش اینجا و کارو میذارم روی ژانت، چون حالت هلال داره روی میز به تنهایی اگه بذارم سخته. میذارمش رو ژانت، اینو برمیگردونم به این طرف و قشنگ کارو بغل هم جفت میکنم و اتو میزنم که این لای زیر کار اول بچسبه تا بریم به مرحله دوم برسیم. خب دقت کنید که حتما این پارگی کنار هم بمونه، حتی اگه شده یک کوچولو روی هم بمونه. اینو به این صورت میذارید و یه لای بهش میچسبونید. من یه تیکه لای از لای حریر بریدم که رنگش هم توسیه، میذارمش اینجا. بچه جوری میذارم که این بریدگی دقیقا وسط لایی میفته، چسب لایی من به سمت شلوارم قرار میگیره. خب برای این کار اول میام نصف لاییمو به اینجا میچسبونم، بعد اینو کاملا با دستم نگه میدارم و اون طرف لایی من میچسبونم. حتی میتونم اینو از رو بچسبونم چون میخوام کاملا این پارگی کنار هم وایسه، اینجوری بهتره. خب این از مرحله اول. برای مرحله دوم میام از یه تیکه پارچه، میتونه هم رنگ شروالی باشه، میتونه این رنگ تیره بشه، اصلا مهم نیست، ولی مهم اینه که پارچه یه خورده محکم باشه. من معمولا از پارچه تترون استفاده میکنم که چون تار و پود پارچه خیلی محکمه. میام یه تیکه یه مستطیلی از پارچه تترون میبرم، پشتش هم حتی یه لایه میچسبونم، میتونم از لایه حریر یا از لایه پرشین یا از لایه کاغذی استفاده کنم. من الان یه تیکه براتون اینجا الان بریدم و پشتش رو لایه چسبوندم. این روی پارچمه و اینم پشت پارچمه. یه تیکه بزرگ میبرم میذارم زیر کار، برای اینکه هنوز این بافت شلوار من هنوز خیلی ضعیفه و اگه من میخوام روش چرخ کنم بعد از یه مدتی
دوباره همین هم پاره میشه. پس ترجیحاً خوبه که آدم زیرش یه تیکه پارچه بذاره و روی پارچه رو رفوکاری کنه که اصلاً هم پیدا نمیشه و این کار یه زخامتی به این قسمت میده که حالا براتون کار میکنه، دوامش هم خیلی زیاد. خب حالا میرسیم به اینکه میخوام اینو چرخ کنیم و تیکه مشکی رو میخوام زیرش بذارم و اینو چرخش کنم. حالا با چه رنگی اینو چرخش کنم؟ به ظاهر این لباس خب نگاه میکنید آبی سرمه‌ایه دیگه، پس باید با یه رنگ آبی سرمه‌ای مثلا چرخکاریش رو انجام بدم. فکر کنید مثلا الان این رنگ شاید خیلی رنگ مناسبی براش باشه چون خیلی رنگ شبیه. اینو در نظر داشته باشین که هر رنگی از قرقره استفاده میکنید، از دوکی که استفاده میکنید، باید رنگتون یکم روشن‌تر باشه. به این دلیل که وقتی ما دوختای کنار هم میخوایم یک عالمه بدوزیم، این دوخت کنار هم باعث میشه که رنگ نخ به نظر تیره تر دیده بشه، یعنی چون کنار هم دوخته میشه شما کارو تیره تر میبینید. یکی از اون رنگای مناسب برای دوخت روفو برای این شلوارا رنگ توسیه بچه. رنگ توسی حالا یا نکمه دادی یا خاکستری، اینا رنگای خونساست و خودشون خیلی زود روی رنگایی که شبیه به اوناست زود جا میکنه. وقتی اینا رو کنار هم میدوزیم مثلا با رنگ یه رنگ خاکستری یا توسی، دیدتون کمتر میشه تا نسبت به اینکه شما بخواید همه رو با سرمه‌ای بدوزید. من امروز میخوام از رنگ توسی استفاده کنم. ببینید چقدر اختلاف رنگ هست، ولی من میخوام از این رنگ توسی در واقع استفاده کنم. پس یه ماسوره پر میکنم و نخمم توسی میکنم و تیکه مشکی رو میذارم زیر شلوار، کوک میزنم و بعد میدوزم. البته اولش چون این قسمت پارگی من هنوز خیلی خوب توی لایم نچسبیده، اولین کاری که میکنم هم در حالی که فقط لای زیر کار من هست، میام این دوتا رو کنار هم اول یه چرخ میزنم که دیگه این ثابت بشه، دیگه تکون نخوره. خب حالا میام این تیکر رو یه خورده کوچیکترش هم کردم، میخوام بذارمش اینجا چون این قسمت هلال داره یکم بچه اولش سخته. اینو من تا میکنم، این تا رو میذارم روی این قسمت درز فوق و یک طرف رو به این طرف و یه طرفش هم به این طرف سعی میکنم با سنجاق نگهش دارم. دو تا کافیه. من از پشت میام شروع میکنم به یکی دو ردیف دوختن تا این کم کم سر جای خودش ثابت بمونه. یک کم هم اگه چروک خورد اشکالی نداره چون این کاملا یه تیکه مستطیل یا دایره است، ولی فوق شما یه حالت هلال داره و دقیقا شبیه این که در نمیاد. فقط این قرار زیرش بمونه و باعث بشه که این بر استحکام کار ما بیشتر باشه. من از رو شروع میکنم به دوخت.
خب بچه ها ببینید نصف کار رو الان من دوختم، این طرف که پارگیش خب بیشتر بود اینو دوختم، حالا این طرفش هم میخوام بدوزم. ببینید دوختا کنار همه، من دوخته فقط رفت و برگشت به صورت عمودی الان دوختم، بعد میخوام یک تعدادی هم دوخته افقی روش بزنم. گفتم تا نصف کار رو ببینید که به چه شکل در اومده، بعد حالا میریم اون طرف کارم میدوزیمش. خب این یه مدل رفوکاری که روی این شلوار انجام دادم. ببینید تمام دوخته شده و در قسمت داخل شلوار این تیکه‌ای که اینجا گذاشته بودم و بچه ها اضافهش رو میام میبرم. این چون لایی داره دیگه ریشیش هم نمیشه، ولی اگه خیلی وسواس دارین میتونید دور تا دورش هم سردوز بزنید، اضافهش رو میچینم. مواظب باشم شلوار رو نبرم. حالا خب در واقع بچه رو ببینید این داخل شلوار به این صورت و بیرون شلوارم به این صورت تمیز دوخته شده. میبینید که با نخ توسی دوختم دیدش خیلی کمتر شده، اگه میخواستم با نخ آبی یا سرمی بدوزم خیلی بیشتر دیده میشد. خب میتونیم از این شلوار یه مدت طولانی باز استفاده کنیم. بهتره که چیزایی که داریم قدرش رو بدونیم. اگه اشکالی ایرادی برای لباسامون پیش میاد ترمیمشون کنید و از همین لباسا استفاده کنید. هرچی کمتر لباس بخریم و بدوزیم به محیط زیستمون بیشتر احترام گذاشتیم و کمتر آلودش کردیم. پس لباساتون رو بیاین رفع و رجوع کنید مشکلاتشو و اگه نیاز به رفو داره به همین راحتی رفو کنیدش. مرسی که امروز همراه من بودین. تا دیداری دیگر، بدرود.